سلام، امروز درس دوم را برای صنف ابتدایی رسامی آغاز میکنیم. آخرین بار ما در مورد سلکشن تول در تول باکس یاد گرفتیم. درست است؟ امروز ما در مورد ابزار دایرکت سلکشن یعنی انتخاب مستقیم که در کنارش است آشنا میشویم. همان طور که از کلمه مستقیم می فهمید، این ابزاری است برای انتخاب مستقیم چیزی که می خواهیم. این دو باعث سردرگمی زیادی می شود. ما می توانیم آنها را به عنوان یک تیر سیاه و یک تیر سفید هم بنامیم. اگر با تیر سیاه سلکشن تول را انتخاب کنیم، همه چیز انتخاب می شود. ما می توانیم بخش های جداگانه را انتخاب کنیم. اما با ابزار دایرکت سلکشن می توانیم. می توانید ببینید؟ با فشار دادن دکمه اسپیس مثبت کنترل بزرگ نمایی کردم و حرکت کردم. آیا می بینید که فقط یک گوشه مستطیل انتخاب شده؟ اگر این گوشه را بزرگ کنیم، فقط می توانیم در این قسمت تغییرات ایجاد کنیم. اگر زید مثبت کنترل را فشار دهید، می توانید یک مرحله به عقب برگردید. این نیز یک راه کوتاه خوب هست که به یاد داشته باشید. اگر می خواهید یک مرحله به عقب برگردید، کنترل زید را فشار دهید تا واگرد شود. فعلا با تیر سفید به گوشه دیگر کلیک کنید و سعی کنید آن را تغییر دهید. دوباره به گوشه دیگر کلیک کنید و آن را تغییر دهید. آیا می توانید تفاوت بین ابزار مستقیم انتخاب و ابزار انتخاب را مشاهده کنید؟ وقتی بعداً از ابزار پن استفاده کنیم، ابزار دایرکت سلکشن بسیار سودمند و مفید خواهد بود. اگر می خواهید در تصویری که با ابزار پن به طور جزئی رسامی شده تغییرات ایجاد کنید، بهتر است از ابزار دایرکت سلکشن استفاده کنید. من می خواهم مراحل را واگرد کنم. درست است؟ فعلا من یک ویژگی مفید دیگر را به شما نشان خواهم داد. این تصاویر وقت انتخاب می شوند که آن را با سلکشن تول بکشید. اما وقتی در بالای این شکل ما چیزی می کشیم، نمی خواهیم اینها انتخاب شوند. من برای شما نشان می دهم که چه کاری می توانید برای آن انجام بدهید. وقتی می خواهید چیزهایی را انتخاب کنید، همیشه از ابزار انتخاب یعنی سلکشن تول استفاده کنید و همه چیز را با یک بار بکشید. با آبجکت بروید و به منوی لاک نگاه کنید. به معنای قفل کردن است. آخرین باری که دستور عمل را قفل کردیم، از لاک استفاده کردیم. به یاد می آورید؟ این همان چیز است. اگر بر روی سلکشن لاک کلک کنید، شکل‌های فعال شده که پس از استفاده از ابزار سلکشن آبی شدند، قفل خواهند شد. فعلا بیایید کوشش کنیم این شکل را با استفاده از سلکشن تول انتخاب کنیم. خواهید دید که آنها انتخاب نمی شوند. جالب نیست؟ پس من به شما می گویم که چه زمانی از این عمل کرد استفاده کنید. لاسو تول و ماجیک ون تول در پایین ابزاری هستند که به طور مکرر در ایلستراتور یعنی رسامی استفاده نمی شوند. بنابراین ما با ابزار پن یعنی پن تول ادامه می دهیم. پن تول به معنای واقعی کلمه ابزاری است که می توانید برای رسامی از آن استفاده کنید.
منظورم از رسامی، شما می توانید خطهای کج و یا منحنی را نیز با آن بیان کنید. نان را برای فیل کالر و آبی را برای استروک انتخاب کنید. پس ما این اولین مستطیل سرخ را با هم رسم می کشیم. با کنترل مثبت بزرگ نمایی کنید و صفحه را با دکمه فاصله حرکت دهید. پن تول را انتخاب کنید و اکس را دقیقاً در گوشه آن قرار دهید و کلک کنید. برای کشیدن یک خط مستقیم دکمه شیفت را فشار دهید و نگه دارید در زمان کلک کردن. بعد نشانگر ماوس را به نقطه بعدی بیارید و دوباره دکمه شیفت را نگه دارید تا یک خط راست بکشید. بعد دکمه شیفت را روی یک نقطه دیگر فشار دهید و رسم کنید. هنگام رسامی با ابزار پن اولین و آخرین نقطه لنگر باید مطابقت داشته باشند. بیایید دوباره آن را امتحان کنیم. وقتی یک دایره ظاهر می شود، به این معنی است که می تواند به یک شکل کامل تبدیل شود. فقط وقتی این دایره بعد از ملاقات اولین و آخرین لنگر دیده می شود، به یک شکل کامل تبدیل می شود، بدون اینکه سوراخ شوند. بنابراین یک خط مستقیم دیگر روی دایره بکشید. بعداً، این مستطیل که ما رسم کردیم یک کپی از مستطیل سرخ رنگ در زیر است. سپس بیایید با استفاده از ابزار انتخاب یعنی سلکشن تول مستطیل را که رسم کردیم حرکت دهیم. آن را انتخاب کنید و حرکت دهید. می‌بینید که این شکل حرکت نکرده است؟ درست. به این دلیل است که ما آن را در مینوی آبجکت قفل کردیم. سپس ما این شکل را با استفاده از پن تول رسم کردیم. درست است؟ بیایید استروک را از مستطیلی که با ابزار پن رسم کردیم برداریم. و با فیل کالر آن را آبی کنیم. این مستطیل با ابزار رکتنگل تول رسامی شده است. اما این مستطیل آبی رنگ با پن تول کشیده شده است. سپس به این معنی است که کارکرد لاک در آبجکت استفاده می شود تا رسامی که در زیر هست انتخاب نشود. هنگامی که با پن تول ردیابی می کنیم، این کارکرد بسیار استفاده می شود. پس باید آن را به یاد داشته باشید. اکنون ما با استفاده از کنترل منفی صفحه را به حداقل می رسانیم و آن را با دکمه اسپیس حرکت می دهیم. در مرحله بعد بیایید با استفاده از سلکشن تول مستطیل آبی رنگی را که با پن تول رسم کرده بودیم انتخاب و جابجا کنیم و به آبجکت رفته Unlock All را انتخاب کنید تا قفل هایی که روی نقاشی ها قرار داده ایم لغو شود. آیا می توانید ببینید که آنها باز شدند؟ اکنون می توانیم آنها را انتخاب و جابجا کنیم. با فشار دادن کنترل زد مرحله را واگرد کنید. فعلا تمام مستطیل هایی را که در درس یک مطالعه کردیم انتخاب کنید. سپس دکمه دلیت را در کیبوردتان فشار دهید. یا روی کلیر در ادیت کلک کنید. مهم نیست که چطور این کار را انجام می دهید. حذف شده است. وقتی ما از عملکرد لاک در آبجکت استفاده کردیم، آن پاک نشد، اما اکنون این کار انجام داده شد. درست است؟ خب، ما به یادگیری پن تول ادامه خواهیم داد. یک نکته خوب در مورد پن تول این است که ما می توانیم خیلی آزادانه نقاشی بکشیم.
سپس چگونه یک خط منحنی رسامی کنیم؟ در ابتدا یک نقطه را روی صفحه انتخاب کنید. برای ایجاد یک خط مستقیم فقط روی نقطه دیگر کلیک کنید. سپس آنها به طور طبیعی وصل می شود. به خاطر که در حال حاضر یک فیل کالر وجود دارد، اجازه دهید آن را نن کنیم. و با استروک کالر بیایید بادنجانی را انتخاب کنیم. صدای زنگ ساعت 2:30 را حذف کنید. به این گونه متصل می شود. بعدن چگونه یک خط مستقیم رسامی کنیم؟ یک نقطه برای لنگر آور بسازید. سپس کلیک کنید تا نقطه دوم ایجاد شود. اما انگشت خود را از ماوس رها نکنید، بلکه فقط آن را دراز کش کنید. با این دسته می توانیم انحنای خط را تنظیم کنیم. شما باید این کار را بارها تمرین کنید. خط منحنی را این گونه می سازم. این دسته مدام به ما راه را نشان می دهد. اگر نشانگر ماوس را به نقطه مرکزی برسانید، نماد شبه گوشه ظاهر می شود. برای قطع کردن دسته آن را کلیک کنید. اکنون یک خط منحنی دیگر رسم خواهیم کرد. روی یک نقطه کلیک کنید و انگشت خود را از ماوس رها نکنید، بلکه آن را دراز کنید. ما خط منحنی را با این دسته بیان می کنیم. حرکت دادن آن را تمرین کنید و سعی کنید آن را دراز و کوتاه کنید. من اینجا استارت می کنم. فعلا دسته را ببرید. می توانید درست بعد از یک خط منحنی یک خط مستقیم بکشید. درست؟ اگر انگام رسامی خط دکمه شفت را فشار دهیم، چه اتفاقی می افتد؟ مثل همیشه می توانیم یک خط مستقیم بکشیم. فعلا به نظر می رسد یک نوع از نهنگ است. مثل که قبلا گفتم، لنگرهای اول و آخر باید ملاقات کنند تا یک شکل کامل ایجاد شود. به حلقه کوچک بیایید و روی آن کلک کنید. اما انگشتان خود را رها نکنید، بلکه در اینجا نیز رسم یک خط منحنی را تمرین کنید. می توانید با استفاده از دکمه شفت آن را به این شکل ایجاد کنید. این گونه می سازم. این شکل نهنگ شد. درست است؟ اگر به نقطه غیر ضروری لنگر انداختید، وحشت نکنید، بلکه فقط آن را انتخاب کنید و حذف را فشار دهید. شکل را انتخاب کنید. سپس فیل کالر و استرو کالر را تغییر دهید. حالا ما یک نهنگ و رنگ بادنجانی داریم. وقتی با پنتول رسم می کشیم، ممکن است قسمت های کم کچ و یا نامنظم به وجود بیاید، به خاطر که با دست ها کشیده شده است. اما ابزار برای آن وجود دارد. با استفاده از ابزار انتخاب روی نهنگ کلک کنید. بعد 1, 2, 3, 4, 5 از ابزار پنجم در پنسل تول یا اسموت تول را استفاده کنید. اسموت تول به معنای واقعی کلمه به معنای صاف کردن قسمت‌های کج و خرابش است که توسط پن تول کشیده شده است. بیایید امتحان کنیم. هرچند ناهموار به نظر می رسد، مگر نه.
اما این ابزار می تواند در مواقع دیگر مفید واقع شود. بیایید این کار را واگرد کنیم. ما می توانیم از این ابزار برای صاف کردن فرم دقیق و پیچیده استفاده کنیم. خب، کلاس را پس از کشیدن یک شکل سفیر دیگر روی شکم نهنگ به پایان می رسانیم. اما فشار دادن مثبت کنترل بزرگ نمایی کنید. به خاطر که در بالای نهنگ رسامی می کشید. این نباید انتخاب شود، درست است؟ پس چی چیزی باید استفاده کنیم؟ عملکرد قفل یعنی لاک فانکشن. نهنگ بادنجانی را با استفاده از لاک قفل کنید. سپس پن تول را خارج کنید. و شکم نهنگ را بکشید. اولین نقطه لنگر را انتخاب کنید. قسمی که به شما گفتم هنگام کشیدن یک خط منحنی انگشت خود را رها نکنید. بلکه فقط آن را کش کنید و یا دراز کنید. سپس دسته را قطع کنید. بیایید فلکالر را تغییر دهیم به رنگ سفید. در حال حاضر من آن را به یک خط مستقیم می سازم. یادتان هست گفتم دسته را قطع کنید؟ من بزرگ نمایی کردم. تا خط با شکلی که در اینجا داریم متناسب باشد. دکمه فاصله را فشار دهید تا حرکت کند. دایره فقط انگام دیدار اولین و آخرین نقطه ظاهر می شود. فعلا سعی کنید خط سفید را متناسب با خط منحنی که به رنگ بادنجانی کشیده ایم قرار دهید. سپس آن را با دسته تنظیم کنید. حالی به نظر می رسد. اکنون با فشار دادن کنترل کوچک نمایی کنید. با استفاده از ابزار انتخاب شکمی را که در بالای رنگ بادنجانی کشیده ایم انتخاب کنید. سپس سواب فیل و استروک را انتخاب کنید. بعد با استروک به آن خط بادنجانی بدهید. و زخامت آن را نیز تغییر دهید. بگذارید 0.5 شود. من کوچک نمایی می کنم. آیا می بینید بدن بادنجانی انتخاب نمی شود؟ در آبجکت انلاک را کلیک کنید. اکنون بدن بادنجانی نیز انتخاب شده است. درست است؟ می توانید همه موارد را با هم انتخاب کنید یا یکی یکی انتخاب کنید. وقتی همه را با هم انتخاب کردید آنها را بکشید و اندازه را کم کنید. برای حفظ نسبت دکمه شیفت را فشار دهید. امروز ما در مورد پن تول و تول باکس یاد گرفتیم. تشکر از همه شما.